و از همین هفته سریال پدر گواردیولا اثر جدید سعید نعمتالله در ژانر خانوادگی درام و اجتماعی در برنامه پخش شبکه نمایش خانگی قرار گرفت این سریال که قرار از پلتفرم تماشاخونه به صورت رایگان پخش بشه هر هفته یه قسمت جدیدش ارائه میشه بازیگران اصلی این فیلم حمید فرخ نژاد و مهران مدیری هستند جالبه بدونید که این فیلم در سال 1400 و 1401 یعنی دو سال پیش تقریبا ساخته شده و خیلی از بازیگرایی که توی این فیلم حضور دارن افرادی هستند که یا ممنوع تصویرن یا ممنوع کار هستند واسه همینم یه مقدار پخش این فیلم به تعویق افتاد امید نعمت ساخت سریال های مختلفی رو توی تلویزیون تجربه کرده بود از جمله بردرجان، عقیق، پشت بام تهران، مدینه، زیر پای مادر و وضعیت سفید این فیلم فیلم نسبتا پربازیگری هستش و علاوه بر مهران مدیری و حمید فرخ نژاد بازیگران دیگه ای از جمله ستاره اسکندری، امیر مهدی جوله، علی رزا خمسه، مرجانه گلچین، سیامک سفری، نسیم ادبی، نرگس محمدی، علی اوجی، مریم بوبانی، محمد رزا علی مردانی، فریبان نادری امیریل ارجمند، سارا خوینی ها، هنگامه محدی مهدی سلطانی، پریوش نظریه و همینطور آرش عدل یا همون آرش ای پی اشاره اشاره بکنیم. در گواردیولا داستان یه خانواده رو روایت میکنه که وقوع یه حادثه موجب دگرگونی رابطهشون در زندگی شده و سرنوشت مسیری از جنس متفاوت برایشون رقم میزنه. تهیه کننده فیلم قبلا هم مصاحبه کرده بود که شروع فیلم این سریال از آذرماه 1400 شروع شده بود و تا تیر ماه 1401 یعنی حدوداً 6-7 ماه فیلم به طول انجام میده. و قرار بودش که در سال 1401 به نمایش در بیاد ولی خب به خاطر روی کرده حمید فرخ و فعالیت های سیاسی که کرده بود و همینطور ممنوع کار شدنش مجوز این فیلم در حاله از ابهام بودش بدترم که بازیگرای دیگه ای از جمله هنگامه غازیانی ممنوع تصویر شدن که یه جورایی پخش فیلم رو منتفی بکنه ولی خب پلتفرم تماشا خونه که نسبتاً یه پلتفرم جدیدی هم هست مثل اینکه لابی های خودش رو انجام داد و موفق شد توی دوازده مرداد 1402 به صورت پخش اختصاصی اون رو از پلتفرم خودش پخش بکنه جالبه که با اینکه فیلم فیلم کاملا جدی هستش اکثر بازیگرهای اون بازیگرایی هستن که سابقه بیشتری توی فیلم ها و سریال های تنز دارن از جمله مهران مدیری علی رضا خمسه مهران غفوریان و حتی بازیگرایی مثل مرجانه گلچین علی اوجی و امیر مهدی جوله رو هم ما بیشتر توی نقش های تنز دیدیم باید ببینیم توی این فیلم جدی نمایششون به چه شکلی و آیا میتونن مثل کارهای تنزشون موفق باشن یا نه جالبه بدونید که چند ماه پیش که شایع شده بودش به خاطر حضور فرخ نجات و حتی مهران مدیری این فیلم توقیف شده ساترا یه بیانیه داده بود و گفته بودش که اصلا تهیه کننده این فیلم اقدامی برای گرفتن مجوز پخش نکرده که ما بخوایم بررسی بکنیم ببینیم مانعی وجود داره یا نه خلاصه که باید ببینیم این فیلم میتونه موفقیت های فیلم های اجتماعی مثل پوست شیر رو به دست بیاره یا نه البته توی هاشیه هایی که فیلم قبل از پخشش درست کرده که عوامل فیلم خیلی موفق بودن ماجرای دستموس های میلیاردی و نجومی بازیگران اصلی این فیلم توی چند ماه اخیر خیلی مورد توجه رسانه ها قرار گرفت بعد از بالا گرفتن جنجال دستموس های میلیاردی بازیگران این سریال خیلی از رسانه ها پیگیر صحت موضوع شدن از تهیه کننده فیلم که جواد نوروز بیگی ترجیح داد سکوت بکنه و پاسخی نده در این میان روابط عمومی پلتفرم های مختلف مثل فیلیمیو گفته بودند که ما هیچ سرمایه گذاری روی این پروژه نداشتیم و پول هایی که رد و بدل میشه حداقل از جیب ما نبوده اما این ادعای دستمزدهای میلیاردی اولین بار توسط بهمن بابازاده خبرنگار حوزه موسیقی مطرح شد او مدعی شده بود که این سریال قرار کلا با هزینه 50 میلیارد تومن ساخته بشه که حدود 11.5 میلیاردش فقط دستمزد سه بازیگر این فیلم هستش او مدعی شده بود که مهران مدیری حدود 5.5 میلیارد تومان حمید فرخ نژاد 4 میلیارد تومان و آرش یا همون آرش ای پی که خواننده هست دو میلیارد تومان دستمزد گرفتن برای بازی توی این سریال قبلتر اعلام شده بود که فاطمه معتمداری هم جز بازیگران اصلی این فیلم هستش که خود فاطمه معتمداری با انتشار یادداشتی داشتی این مورد رو تکسیب کرد و گفتش که توی این فیلم حضور نداره. اون که از این شایعات حسابی عصبانی هم شده بودش گفته بود که خبر منتشر شده در ارتباط با همکاری این جانب با آقای جواد نوروز بیگی و سعید نعمت را رو قویا تکسیب می کنم انتشار این گونه اخبار جعلی نشانه بی اخلاقی و بی خردی هست در مورد سرمایه گذاران تولید این سریال هم صدف فاطمی از مدیران پلتفرم نواوا گفته بودش که سرمایه گذاری این فیلم رو قبلا به ما پیشنهاد دادم ولی خب ما بررسی کردیم و این همکاری رو نپذیرفتیم اما پشت پرده ماجرا مثل اینکه چیز دیگه ای بوده و گفته میشه اکثر پلتفرما حاضر نشدند که با تهیه کننده ای این فیلم همکاری بکنن و تهیه کننده ای این فیلم هم برای اینکه تنور هواشی رو داغ بکنه و برای فیلم قبل از پخشش هاشیه درست بکنه این ماجرای دستمزد میلیاردی بازیگرا را راه انداخته بوده که یه جورایی ویترین درست بکنه که پلتفرم ها حاضر باشن رقم های بیشتری رو برای این فیلم پرداخت بکنم و کلا جنجال تبلیغاتی بوده و این عدد و رقم ها واقعا به بازیگرها پرداخت نشده اما اتفاق جالب دیگه حضور آرش ای پی خواننده معروف پاپ هستش که توی این سریال یکی از بازیگران اصلی است البته آرش ای قبلا هم توی یه فیلم سینمایی نقش یه جوان اعدامی رو بازی کرده بود ولی خب توی یه فیلمی با این همه بازیگر مطرح حضور آرش ای پی میتونه براش خیلی تجربه خوب و متفاوتی باشه باید ببینیم که آرش توی این نقشش میتونه خوب بدرخشه یا نه فعلا که قسمت اولش منتشر شده و خیلی چیز عجیب غریبی ازش ندیدیم باید منتظر باشیم و ببینیم این فیلم توی قسمت بعدی چه حرفی برای گفتن داره حتما اگه این فیلم رو دیدید نظرتون رو بر ما تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که آیا قسمت اولش رو دوست داشتید یا نه ممنون از همراهیتون با این ویدیو حتما نظراتتون رو هم تو بخش کامنت ها بر ما بنویسید یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون باشه پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید